حضرت فرصت نداشت، ولی دست همین کمیل را از مسجد کوفه گرفت بیرون برد، گفت یا کمیل ان هذا الغروب اویه فخیرها اوها، وقت خصوصی به او داد، اسراری به او گفت. بسیار از احادیث بلند را که نهج البلاغه آمده است به همین کمیل یاد داد. ولی کسی که نتواند حوزه خودش خوب اداره کنه، مردم رو بشناسه، منطقه رو بشناسه، مرز رو بشناسه، این مورد نقد هست امیر سلام الله علیه هست. این سه عنصر برای همه هست، هم جهاندانی، هم جهانداری و هم جهان آرایی. و اگر ما همین امور را در درونمون انشاءالله حفظ بکنیم، هم کرامتمون را هم فطرتمون را حفظ کردیم، این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، او خیلی ادعای بزرگ کرده است، حالا امیدواری محروم نشه، روزی رخش ببینم و تسلیمه بید. مگر هر کسی هنگام جان دادن خدا را میبیند. ما خیلی آرزو بکنیم که حضرت عزرائیل سلام الله علیه را ببینیم، جان را به او تقدیم بکنیم، و بسیاری از ماها وجود مبارک عزرائیل سلام الله علیه را نمیبینیم. همین این زیر مجموعه عزرائیل رو ببینیم که توفت و رسولونا، اینا هستن که گاهی با ما مشکل جدی دارن، ملائکت و یزربون و وجوه هم و ادبار هم، که در دو جای قرآن دارد، یه عده ای که هنگام مرگ شما نمیدونید اون بیچاره چه میکشد، که چه سیلی هایی میخورد، چه مشت هایی پشتش میزنن، ملائکت و یزربون و وجوه هم و ادبار هم. اگر خدای ناکرده با این مأموران زیر دست عزرائیل سلام الله علیه تماس بگیریم، برای ما جان دادن بسیار سخت است. و اگر انشاءالله اون مقام را پیدا بکنیم که با یکی از حاملان عرش یعنی حضرت عزرائیل سلام الله علیه روبرو بشیم، خیلی برامورده است. بعضی از بزرگان ما علامه قزوینی به اینها، اینا برای که رابطهشون رو با حضرت عزرائیل سلام الله علیه داشته باشن، روزی مقدار ذکری، دعایی، صلواتی، نمازی، عبادتی میکردن، روزانه تقدیم پیشگاه عزرائیل سلام الله علیه میکردن که با اون حضرت رابطه داشته باشن، اون حضرت بیاد به جان را تقدیم اون حضرت بکنن. فرض این است که هم مقدور کسی نیست که بگوید روزی رخش ببینم و تسلیم بکنم. اوهدی از اولیای الهی بله ممکن اونجا باشن که الله یتوفی الانفس، وگرنه اکثری مردم زیر مجموعه توفت و رسول نام و میانی زیر مجموعه این پاسخن که گفتن قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. فرض این است که اگر ما این فطرت را به همون اصالت حفظ بکنیم، یک، اون کرامتی را که خدا داد حفظ بکنیم، دو، راحتیم در هنگام مرگ. وقتی مشکل درونی نداشتیم، مشکل بیرونی هیچ نخواهیم داشت. در هر بخشی که به ما مسئولیت واگذار شده است، ما برابر توحید و عقل و عدل هم اداره میکنیم، هم تحویلشون میدهیم، و هم در روز مرگ کاری که امام رضوان الله علیه کرد، گفت با روح مطمئن، قلب مطمئن، روح امیدوار از ملت خداحافظی میکنیم، ما هم همون کار رو بکنیم. یعنی این کار شده نیست، این چنین نیست که انسان نتواند، البته این مقدار مراقبت میخواد. اگه اهل شهر است، اهل روستاست، اگه اهل مملکت است، اهل مسئولیت های دیگه است، تو اهل حوزه است، اهل دانشگاه است، هر جایی که هست، با آبرومندی از قلم رو به مسئولیت خودش خداحافظی بکند، یه نعمت خوبی است که هیچ بدهکار کسی نباشد. لا تبخس الناس اشیاءهم، که ما امیدواریم ذات اقدس اله تلاش و کوششی که این ملت کرده است، خونهای پاکی شهدای ریختن، هشت همه اینها با شهدای کربلا باشه انشاءالله، ولی ما میتوانیم در کنار سفره اینها بشینیم و اون دوتا اصل را حفظ میکنیم، یعنی هم اصل فطرتمون را و اصل کرامتمون را، و با آبرومندی این جان عاریت را به صاحب اصلیمون تقدیم بکنیم. پروردگار را امر فرج ولیت را تسلیم فرمان. آمین.
نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، ملت و مملکت ما را در سایه ولیت حفظ بفرما. مشکلات دولت و ملت و مملکت مخصوصا در بخش اقتصاد و مسکن و ازدواج جوانها بهتری وجه حل بفرما. روح مطهر امام راحل، شهدا و همه بزرگانی که در این راه شربت شهادت نوشیدن، اینها را با شهدای صدر اسلام محشور بفرما. دشمنان و مخالفان نظام مخصوصا استکبار صهیونیست را مخذول و منکوب بفرما. جوانهای ما و فرزندان ما را از بهترین شایان اهل بیت اسند و طهارت قرار بده. پایان امور همه ما را ختم به خیر بفرما. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم.